Ассаламу алейкум, бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи итлоотии Пайхон. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. Дар талори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафари корӣ ба вилояти Суғд ба шаҳри Панҷакент баён шуда буд, таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода машварати васеъ доир гардид. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، مشورت کاری رئیس شهر پنجکند خلیقزاده عبدالخالق با اشتراک فعالان شهر و دهات برگزار گردید. رئیس شهر ابراز نمود که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به شهر و دهات پنجکند با فعالیت یک قطار کارگاه و کارخانه های نو، انشاءات تعینات گوناگون اجتماعی و خدمت رسانی، ساحه‌های معارف، فرهنگ، تندرستی باخوی انتنسیوی و غیره آغاز بخشیدند. رئیس شهر ذکر نمود که پیشوای ملت همزمان در مشورت با فعالان ولایت برای وسعت کارهای سازندگی به استقبال 35 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دستور سپاریش ها داده جهت تامین رشد ساحه های خواجگی خلق مسئولین را وظیفه دار نمودند. در رابطه با این هر یکی ما را ضرور است که دستور سپاریش های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان را که ضمن سفر به ولایت بیان داشتند سری وقت اجرا نموده به دستاوردهای نوی مهنتی نویل کردیم ایلوه نمود رئیسی شهر. در ادامه جلسه خالقزاده عبدالخالق به مسئولین ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، رهبران کارخانه و تشکیلات ها، مدیران شعبه و بخش ها، رئیسان محله ها، جماعت های دهات، جهت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، استفاده ثمرناک زمین از جمله زمین های نزدی هولیگی، کشتی کارتوشکا، هرچی بیشتر استحصال نمودن محصولات کشاورزی و تامین نمودن بازار استعمالی با محصولات نیازی اولیه، استفاده اقتدارهای موجوده و تشکیل کارخانه های نوی صنعتی، تطبیق چاره‌بینی های وابسته به 5 ساله رشد صنعت، تأسیس جای های نوی کاری، اجرای نقشه دعوت حربی سپاریش داد. جلسه کاری را رئیس شهری پنجکند خلیقزاده عبدالخالق جنبست نموده از مسئولین تمام ساحه ها دعوت به عمل آورد تا با درک بلند مسئولیت وظیفه و سپاریش ها را سری وقت اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و ویس مرجان خالف. در جلسه نوبتی کمیجرائی کمیته مرکزی اتفاقی کسبه تاجیک متال فعالیت این ساختار در سه ماهی یکمی سالی روان جنبست گردیده برای سه ماهی دویم نقشه وظیفه ها معین کرده شدند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. در جلسه نوبتی کمیته اجرایی کمیته مرکزی اتفاقی کسبه تاجیک متال مسئله های جنبست فعالیت کمیته در سه ماهی اولی سال 2022 نقشه وظیفه ها برای سه ماهی دویم مورد تحلیل و بررسی و وظیفه گذاری های نوبتی قرار گرفت. از روی مسئله اساسی روزنامه جلسه درباره نتیجه فعالیت کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال در سه ماهی یکم سال 2022 و نقشه وظیفه ها برای نیم ساله دویم رئیس کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال عبدالله خالقوف معروضه مفصل کرد. ضمن معروضه عبدالله خالقوف اظهار داشت که هیئت راهبری کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال و نمایندگان آن در ولایت ها، شهر و ناحیه ها فعالیت خیش را اساساً در پرتو دستور و سپارش ها نشاندات های پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی راه اندازی نموده در سه ماهه اولی سال روان با یک قطار کامیابی های صاحبی در سمت حمایه حقوق صنف کارگر،
فراهم آوردن شرایط های مساعد و دیگر مسئله های تشکیلی کارهای مشخص را انجام دادند. همزمان عبدالله خالقوف حاضرین را وظیفه‌دار نمود که فعالیت خیش را جهت تطبیق دستور و سفارش ها مخصوصا نشاندات های پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اوید با اعلان نمودن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صناعت تقویت بخشیده تمام جهد و تلاش های خیش را برای آبادانی کشور و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم روانه سازند. در جلسه رئیسان کمیته های اتفاق های کسبه کارخانه های ساحه معدن و متالورگیا نمایندگان منطقوی کمیته اتفاق کسبه تاجیک متال با سخن برآمده پیرامون فعالیت خیش گزارش دادند. نماینده کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال در منطقه زرافشان فرامرز رستمزاده تاکید کرد که با شرافت سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در منطقه زرافشان شماره کارخانه های ساحه صناعت معدن و متالورگ سال تا سال زیاد می شود که این به پیشرفت فعالیت کمیته اتفاقی کسبه تاجیک متال همه طرفه مساعدت خواهد کرد. در جلسه رئیس کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال عبدالله خالقوف اظهار نمود که ما باید در نیم ساله دویم فعالیت خیش را جهت تجلیل ایدی ماه شریف رمضان روز غلبه روز بین خلقی حمایه حقوق کودکان تجلیل 25 سالگرد روز وحدت ملی و دیگر سنه‌های فرخنده با یک شکوه و جلال خاصه با اجرا برسانیم. رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان فتح‌الله رستموف ضمن مذاکره به حاضرین اطلاع داد که فعالیت در کارخانه های مشترک و با شریکان خارجی نازکی های خود را دارد و باید در این سمت قانون های جمهوری تاجیکستان همه طرفه رعایت گردند. در جلسه معاون یکمی رئیس فدراسیون اتفاق های کسبه مستقل جمهوری تاجیکستان فیض زاده اسماعیل نظری با سخن برآمده درباره وظیفه های منبعده این ساحه اندیشه و ملاحظات خیش را بیان نمود و سفارش ها را مقرر ساخت. جلسه از روی همین مسئله های محاکمه شده قرارهای دخدار قبول کرد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در پرتوی سیاستی سازنده پیشوای معظم ملت در شهر بوسونی پنجکنت بینوی نوی ریاستی اگنتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکنت با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره های جمهوریوی و ولایتی مورد استفاده قرار گرفت. در دایره سفر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شهر و ناحیه های ولایت سوخت در شهر پنجکنت با اشتراک معاون یکمی وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالغفار عزیز و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم ها فرهاد رحیمی، وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان رحیم سیدزاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست بهادر شیرعلیزاده، معاون رئیس ولایت سوخت زینوره عظیمی، رئیس شهر پنجکنت خالقزاده عبدالخالق، بنای ماموری وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکنت به استفاده داده شد. در آن فیلیالی مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلانسالانی تاجیکستان، ریاست و شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی و خدمات مهاجرت در شهر پنجکنت جایگیر شدند. بنا از حساب مبلغ های بودجه بنیاد شده، کارهای
ساختمانی بنای مذکور از جانب پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدودی تاهیر ساختمان با جلب ساختمانچیان محلی و صفت بلند اجرا گردیده، نظارت صفت آن را مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی و کارهای تعمیری وزارت بر عهده داشت. بنا از دو آشیانه و تهخانه عبارت بوده. در تهخانه بنا سیمخانه‌های قنادی، هنرهای مردمی و اساسهای آموزش کامپیوتر، در آشیانه یکم 4 حجره کاری سیمخانه‌های آموزش شغلی فاصلوی، آرایش روی و موی جایگیر کرده شدند. در آشیانه دوم بنا 8 حجره کاری، تالار مجلسگاه و سیمخانه تعمیری اسباب‌های روزگار موجود است. قابل ذکر است که فیلیال مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان با موردی بهره‌برداری قرار گرفتن بنای نو در شهر پنجکند از روی 5 اختصاص می‌تواند در یک بست تا 75 نفر را به آموزش فرا گیرد. همچنین در جماعت‌ها با جلب متخصصان، استادهای کسب و هنرهای گوناگون و استفاده تجهیزات مرکز گروه‌های سیار تشکیل نماید. حجره‌های کاری و سیمخانه‌ها با تجهیزات زمانوی پورا مجهز گردیدند. بنای مذکور جهت تامین فعالیت با ثمر ساختارهای وزارت در شهر پنجکند در سمت‌های کسب و آموزی کلانسالان، برگزار نمودن یارمارکه‌های جایهای کاری خالی، مساعدت در با کار تامین شوی شهروندان و مهاجرت اهالی مساعدت خواهد کرد. گزارش صبرینه اکرم و ویس مرجان خالف. چند پیش کتاب شاعر همدیارمان مراد سید علی مزاری تحت عنوان بدوی رحمانی به چاپ رسید. مؤلف مقصد و مرام تألیف این کتاب را چنین بیان داشت: از آن روزی که امام علی رحمان چون پرزیدنت دولت تاجیکستان انتخاب شده است، من از هر یک موفقیت های این شاه نامی به وحش می آیم، خرسند می شوم و آرزو می کردم که درباره این شخص بزرگ چیزی نویسم. در ایام پیریم خدا به من یک الهام داد و گاه گاه شعر می نوشتم. در دوام 21 سال کاری زیاده از 51 شعری که به وصف این شخص بزرگ نوشتم یک به کتاب جای داده، امروز یک کتابی را علاهیده به چاپ تیار کردم و می خواهم از این کتاب پاره شعر به وصف پرزیدنت قرائت کنم. نام این کتابی که من چاپ میکنم با دعای رحمانی، چون که با دعای این شخص بزرگ من به این روز مراد رسیدم. و در آخر گفتنیم، حرفی دلم بگویم با دعای رحمانی، رازی دلم بجویم با دعای رحمانی، جای تماشا بابی اگر یابم زمانی، چیده گلی ببویم با دعای رحمانی، یاری که دیدنم خواست این لحظه با یکی زفق، دوان آید بسویم با دعای رحمانی، استاده جای بابی با یک رویش تازه، نظر دوزد برویم با دعای رحمانی. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانوادی را خواهانیم. خیر.